مشکلی که پیش آمده این حمله های بسیار وحشیانه و درندگی قدرت های حاکم و کشورهای اسلامی به مردمی که بیداری اسلامی پیدا کردن، مردمی که آزادی میخوان، مردمی که دیگه حاضر نیستن زیر سلطه بیگانه باشن، مردمی که از استبداد بیزارن، نمیخوان مستبد برشون حکومت بکنه، و مردمی که عدالت خواهند و اسلام خواهند. این روح این حرکت ها اسلام خواهی و عدالت خواهی است. و همه جام یک مرتبه به اذن الله و به خواست خدا، که اینم کار خداست، یه مرتبه تو چند کشور اسلامی این حرکت شروع شد و داره پیش میره. انشاءالله میره، انشاءالله از مرزهای آمریکا هم انشاءالله عبور میکنه. انشاءالله ما این روز را پیش بینی میکنیم. آمریکا رو به سقوطه، بخواد نخواد داره سقوط میکنه، به روی خودش نمیاره، اینا حاضر نیستن بپذیرن، ولی خدا داره تو سرشون میزنه. در بعد اقتصادی، در مورد سیاست های بین المللی، همه جا دارن شکست میخورن. خدا انشاءالله ذلتشون را روز افزون کنه انشاءالله. به هر حال این کار شده. و در لیبی خب واقعا یه دیوونه. من همیشه فکر میکردم که این مردم لیبی چطور یه آدم دیوونه رو تحمل میکنن، ولی خب اینا تحمل کردن، ولی دیگه صبرشون تمام شد، لبریز شد. وقتی که اون قضیه در تونس و مصر به وجود آمد، اینا فهمیدن که میشه. تا حالا خیال میکردن نمیشه. خب حالا این شما اید از هوا و از دریا و از زمین به این مردم حمله میکنه، این جنگی که یک دشمن با کشور همسایش داره انجام میده، کاری که یک قسمتش را اسرائیلیا با فلسطینیا میکردن، با غزه میکردن، این داره با مردم خودش داره اینجور برخورد میکنه. حالا این قضیه پرواز ممنوع هم که تصویب شد، حالا یه قدری کمک میکنه، ولی بالاخره ریشه کار را نمیکنه و اون دیوونه بالاخره از زمین و دریا دستش بازه. در هر صورت ما باید واقعا دعا کنیم به اینا و از استقامتشون تقدیر بکنیم. مردونه ایستادن و جدن از اسلام دارن، از انقلاب اسلامی الگوگیری میکنند. و خب اینجا نشون داد که مردم ایستادن در مقابل یک قدرت، قدرت خیلی بیش از این قدرت لیبی و قذافی. اونجا که حالا به این صورت یه تعاله در اومده، و انشاءالله امیدواریم که مردم موفق بشن. خیلی جا هم در دست مردمه. و حالا مسئله فاجعه ای که بیشتر دل خراش شده، مسئله بحرینه. بحرین که اکثریت قاطع مردم شیعه هستن و سالهای سال حقشون ضایع میشد، تو سرشون میزدن به جرم شیعه بودن، به جرم شیعه بودن، با اینکه اکثریت مردم بودن، اما حقوقشون تضییع میکردن، پامالشون میکردن و اینا زجر میکشتند و هیچی نمیگفتن، چاره نداشتن. بعد فهمیدن که نه، مثل اینکه میشه حرکت کرد، و همینجوری که اون کشورهای دیگه حرکت کردن، اینا اومدن به میدون. و این وضعیت که میبینید پیش اومد. ولی اونی که خیلی واقعا دلخراشه اینه که وقتی این حکومت غیر مردمی از دست مردم واقعا داشت شکست میخورد و اعتراف به شکست در عمل داشت میکرد، یه مرتبه متوسل شد به عربستان سعودی و امارات و از اونجا لشکر آوردن. هیچ ضابطه بین المللی و مقررات بین المللی اجازه این کار نمیده. این خلاف همه قانون هاست که از یک کشور دیگری برای کمک به حکومتی بیان وارد کشور بشن و مردم اون کشور را سرکوب کنن. خب اگر اینا که اینقدر هی داد از دموکراسی میزنند و این حرفا، با اگر دموکراسی، خب مردم هم اینا تو صحنه، تر همه این کشورها، یکی هم بحرین.
چرا نمیذارید اینا حرفشون رو بزنن؟ مسالمت آمیز هم داشتن حرکت میکردن، دست به سلاح هم نبرده بودن اینا. باز لیبیا دست به سلاح بردن، اینجا دست به سلاح هم نداشتن. اجمالا من درجه اول به این برادران و خواهران عزیزمون عرض میکنم، همینجور که آقای اردوغان گفت اونجا یک کربلا داره میشه. اگر کشورهای دیگه هیهات من نزله ندارن، شما دارید. بایستید بگید هیهات من نزله، در مقابل دشمن تحمل ذلت نکنید، یا شهید بشید یا پیروز بشید. این چه باید شعار شما باشه؟ دست آمریکا هم در همه جنایت ها پیداست. خب وزیر خارجهشون بلند میشه میره اونجا. این یعنی چی؟ هی هم اوباما هم سفارش میکنه خیشتنداری کنید. کاملا مسئول معلومه که این جنایت ها و این خونریزی هایی که میشه درجه اول به گردن آمریکاست. آخرین حرفم در این قضیه بحرین، مسئولیتی است که به گردن همه مسلمان‌ها هست، هم در کشورهای دیگه که بیداری اسلامی شروع شده، هم در کشور بحرین با ویژگی بحرین. اینا علمای اسلام مسئولن، سازمان جهانی بین الملل اسلامی مسئوله، مقامات کشورهای اسلامی مسئولند اگر خودشون شریک جرم نباشند، و همه باید اجباراً به هر جوری هست کمک بکنند، بلکه بتوانند حق این مردم را بگیرند و این شر را از سر مردم کوتاه بکنند، انشاءالله به خواست خدا.